شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. حال با جاوید روستاپور خبرنگار برنامه دری رادیوی SBS برای جنوب آسیا به تماس هستیم که اونا طبق معمول در بار تازه ترین رویدادها در ارتباط به افغانستان گزارش میتن. آقای روستاپور با عرض سلام. خب اول تر از همه در بار بسته شدن تورخم صحبت بکنیم که این موضوع در این وقتی که وقت میوه است و وقت صدور میوه و همچنان سبزیجات از افغانستان است، طبعا مشکلات بسیار زیاده را برای تاجرا و همچنان برای اقتصاد افغانستان به بار آورده. بله بله، با سلام، وقت شما بخیر آقای شکیب. همان گونه که شما اشاره کردین، بسته شدن مرز تورخم از سوی پاکستان برای موترهای میوه تازه و سبزی تجاران افغانستان را نگران کرده و گفتند که اگر این بندر به زودی باز نشود، به دلیل گرمی هوا احتمالا تمام میوه و سبزیشان گندیده و فاسد خواهد شد. تورخم از سوی مرزبانان پاکستان ساعت 12 شب گذشته برای کامیونها یا موترهای باربری میوه و سبزی تجار افغانستان بسته شد و گفتند که رانندگان گفتند که پاکستان ظاهراً دلیل این بسته شدن این مرز را برای موترها گفته که کسایی که سند تاد یا همون جواز تردد موقت را ندارند بستند. اما شماری زیادی از رانندگان که سند تاد یا جواز موقت تردد هم دارند در مرز گیر ماندن و اجازه رد شدن برایشان دادن نمی شود. بعضی از تجارا گفتند که رانندگانی که اموالشان را بار کردن این سند را دارند، اما این یک بهانه است و هدف اصلی پاکستانی ها ضربه زدن و ضرر رساندن به تجار و مردم افغانستان است. برخی دیگری از راننده ها هم گفتند که به نام تاد مسئولین پاکستانی 5-6 دلار آمریکایی رشوت میگیرند و اگر کسی توان پرداخت رشوت را نداشته باشد کارش را انجام نمیدن و ماها نمیتونند که این برگه تردد یا برگه موقت رفت آمد را بگیرند. بخش دیگری از تجاران هم گفتند که کالایشان در مرز مانده که اگر که مرز باز نشد میلیون ها افغانی ضرر خواهند کرد. به اساس معلومات مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، تاد یک سند موقت است که به اساس تفاهم کابل و اسلام آباد برای راننده های موترهای باربری داده شده و به جای داشتن پاسپورت و ویزه استفاده می شود و مدت زمان اعتبار برای بار اول 6 ماه و نیاز به تمدید دارد. این نخستین باری نیست که مرز تورخم برای راننده ها و موترهای باربری بسته می شود. پیش از این هم دلایل مختلفی داشت پاکستان و مرز را بسته کرده بود که مهمترینش در ماه سرطان سال روان بود که به دلیل افزایش تعرفه های گمرکی از سوی پاکستان به کالاهای تجار افغانستان مرز را بست و این مسئله سبب شد که شماری از تجاران در دو طرف این مرز دست به اعتراض بزنند. اما اتاق تجارت میگه با وجودی که تلاش کردیم و سند وجود دارد و به اساس سند ولی پاکستان عمل نمیکنه، آنچه را که وزارت تجارت پاکستان قرارداد کرده، امضا کرده، تفاهم کرده، مرزبانان پاکستان و پلیس پاکستان به این عمل نمی کنند و هر از گاهی مرز را برای تجار افغانستان و موترهای باربری می بندند. بله، خب گزارش شده که رهبر طالبان با قماندانان برجسته و همچنان مقام های بلند ای گروه دیدار داشته. می توانید بگویید که هدف از این دیدار چی بوده؟ بله، رهبر طالبان یک نشستی در قندهار با قماندانا و برخ شماری از اعضای کابینه گروه داشت و در این نشست به ادامه نگرانی هایش گفته که برابران طالبان دوباره خاطر نشان کرده و تاکید کرده که اختلافات درونی را باید کنار بگذاریم، در غیر صورت به اینا هشدار داده که شما شکست خواهیم خورد. وزارت دفاع طالبان با نشر خبرنامه از پایان نشست تلویزیون اصلاحی ملا عیبت الله با دست کم 600 مقام از جمله فرماندهان و وزیران کابینه گروه در قندهار خبر داده و گفته که رهبر طالبان در این نشست به مقامای گروه هشدار داد که تبعیض منطقه‌ای را کنار بگذارند، چون به گفته او این اختلاف و بی‌اعتمادی شما را با شکست و نابودی مواجه می‌کند. رهبر طالبان همچنان به قماندانان و مقامای گروه توصیه کرده که از اوامر اطاعت کنند و در زمینه مسئولیت‌هایشان آموزش فرا بگیرند و همچنان مطابق شریعت کاری حکومتداریشان را به پیش ببرند.
پیش از این هم رهبر طالبان بارها نسبت به اختلاف های میانگروهی که طالبان هشدار داده بود و گفته بود که اگر که اختلافاتشان را کنار نگذارند دشمن استفاده میکند و در نهایت طالبان را از این اختلافات سرنگون خواهد کرد. بله خب وزارت اقتصاد طالبان میگه که در یک سال گذشته زمینه کار به هزاران نفر فراهم کرده. بله؟ بله وزارت اقتصاد طالبان که گزارش سالانه اش را نشر کرد و از فعالیت هایش گزارش داد گفته که در یک سال اخیر از طریق پروژه های مؤسسات غیر دولتی از جمله پروژه های نیمه انکشافی اضطراری و کمک های بشری برای 200 هزار نفر زمینه کار را مساعد ساخته. مقام های وزارت در یک نشست خبری در مرکز رسانه‌های حکومت در کابل ادعا کردند که تنها در سال جاری خورشیدی دست کم 1338 پروژه به ارزش 1,800,000,000 دلار در سراسر افغانستان زیر کار قرار دارد. در این حال وزارت تاکید کرد که به بیش از 1,000 مؤسسه داخلی و خارجی به ارزش بیش از 44,000,000 دلار معافیت گمرکی داده شده است. وزارت اقتصاد در بخش از گزارش از ترتیب مسوده استراتژی 5 ساله انکشاف ملی به عنوان یکی از دستاوردهای خود در یک سال گذشته یاد کرد. در بخش دیگری گزارش سالانه این وزارت به طور مجموعی گفت که به تعداد 2,477 مؤسسه غیر دولتی شامل 2,199 مؤسسه داخلی و 278 مؤسسه خارجی در کشور که فعالیت دارند زمینه این جواز صادر کرده و اینا در کشور از طریق این وزارت فعالیت میکنند. طبق گزارش سالانه این وزارت در یک سال اخیر 152 مؤسسه داخلی و 14 مؤسسه خارجی تازه به ثبت رسیدند و فعالیت خود را آغاز کردند. این وزارت در حالی از کاری پروژه اقتصادی صحبت میکند که طالبان متهم هستند که تاکنون نتوانستند شمار زیادی از پروژه هایی که با سقوط نظام گذشته اینا نیمه کاره بودند اینا را تکمیل کنند و همچنان با تسلط این گروه بخصوص در یک سال آخر بیکاری در افغانستان افزایش یافته و هزاران نفر به دلیل فقر و بیکاری افغانستان را ترک کردند و به کشورهای همسایه به خاطر پیدا کردن کار مهاجر شدند. بله خب گفتم این شکل نهاد به نام اقتصاد و صلح افغانستان در رده ششم کشورهای قرار داده که از تروریسم متاثر شدند. اگر به صورت خلاصه در این باره لطفا معلومات بدین. بله نهاد موسوم به اینستیتوت اقتصاد صلح با نشر شاخص جهانی تروریسم افغانستان را در میان 10 کشور متاثر از تروریسم در سال 2023 میلادی در ردیف ششم قرار داده. شاخص جهانی تروریسم این اینستیتوت که معیار ترکیبی از حوادث تلفات جراحات و گروگانها است میزان تاثیر تروریسم را در 5 سال گذشته در جهان بررسی کرده که در این شاخص افغانستان در 2 دهه اخیر در سال 2023 شاهد کمترین فعالیت های تروریستی بوده و میزان مرگ و میر در نتیجه حملات تروریستی در این کشور در مقایسه با سال 2007 84% کاهش یافته است. اما در بخش دیگری این ارزیابی که این سازمان که پرسیده دلیل کاهش حملات تروریستی در افغانستان چی است، 95% پاسخ دهندگان گفتند که گروه طالبان در گذشته بیشترین حملات تروریستی را انجام میدادند و اکثریت قربانیان این حملات هم غیر نظامیان و شمول زنان و کودکان بودند. اما پس از تسلط این گروه بر افغانستان عملاتشان پایان یافت و مردم هم از شر تروریسم نجات یافتند. بله خب بسیار تشکر آقای روستاپور از این گزارشتان و فعلا شما را به خدا می سپارم و وقت خوش برتان آرزو می کنم. وقت شما هم خوش، خدا نگهدارتان. بپسندید، شریک سازید و نظر دهید. اس بی اس دری را در فیسبوک تعقیب کنید.